سلام علیکم، روزتون بخیر. سلام و درود بر شما جناب حسن زاده. خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب درویش که تشریف آوردین به این جلسه. جلسه متعلق به خودتون هست و اگر اجازه بدین یه سلام علیکی بکنین تا جلسه رو شروع کنیم رسمی. خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم که به این موضوع مهم یعنی مقابله با بیابانزایی به عنوان یکی از تهدیدهای بزرگ جامعه جهانی میپردازید. هر جایی که بیابانزایی توش رخ بده یعنی برای آسیب‌های اجتماعی جای در حقیقت با استعدادتریه، پس بنابراین اتفاقا اگر میخوایم آسیب‌های اجتماعی رو کاهش بدیم باید به فکر مهار بیابانزایی باشیم و از این منظر فکر میکنم که انتخاب درستی کردید. به همه هموطنانی که صدا و تصویر ما رو میشنون هم درود میفرستم. خیلی ممنون. ما امروز 28 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2020 میلادی مزاحم شما شدیم از طریق جلسه کمیته دفاع از محیط زیست از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. خب دیروز مناسبت همین موضوع جلسه ما بود، روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و اینکه خب مشخصات ایران و دیگه و مشخصات جغرافیایی و آب و هواییش رو همه دوستان و به هر حال اونایی که دغدغه این محیط زیست ایران رو دارن میدونن که در نیم کره شمالی قسمت جنوبی به هر حال منطقه معتدل و نزدیکتر به استوا هستیم و خب نصف از مساحت ایران هم در به هر حال مساحت فلات ایران هم متشکل از خود مساحت ایران کشورمون ایران هست و آب و هوای زمستان سرد و خشک و تابستان هم گرم و سوزان داره. من طبق مطالعاتی که داشتیم و همه میدونن 5 سال که 4 سالش متوالی بود یکی از نقاط ایران به عنوان گرمترین نقطه روی کره زمین از طریق تکنولوژی که روی ماهواره ها سوار هست و یک حسگر حرارتی داره و اونو به صورت علمی اندازه‌گیری میکنه ثبت شده که گرمترین نقطه زمین با بیش از 70 درجه سانتیگراد متعلق به دشت لوت ما هست. خب با این مشخصاتی که کشور ما داره مسلماً میطلبه که به یک ارگان و یک نهاد فعال توی این زمینه احتیاج هست، چون جناب درویش میبینیم که کشورهای دیگهی که توی نوار معتدلتری نسبت به کشور ایران قرار دارن خیلی وقت که از این دغدغه استفاده کردن و مهندسی کردن این مسئله رو و جالب اینجاست که بعضی کشورها مثل چین، مثل ترکیه، ونزوئلا وزارتخونه های مربوط یا به هر حال مرتبط با محیط زیست دارن و به عنوان یک وزارتخونه که یک پایه به هر حال اون مسئله اون کشور میشه اومدن این کارو کردن. مثلا چین وزارت آب داره، نیجر منابع آبی وزارتخونه داره به نام منابع آبی، سوریه وزارت آبیاری داره که مدیریت میکنه بخش کشاورزیشو، از کشورهای اروپایی هم نروژ و همچنین فنلاند که دغدغه محیط زیستیشون باعث شده که وزارت آب و تشکیل بده. خب من برمیگردم به موضوع این که بیشترین سوال ما در مورد عوامل بیابانزایی هست و این که چه راهکارهایی تا حالا چه از نظر فرهنگسازی و آموزش و چه از نظر به هر حال تخصصی محیط زیست مسئولان ما انجام دادن و همچنین شما که در این به هر حال یکی از مشخصه های شما هم اینه که خستگی ناپذیر پیگیر این مسئله هستین در گوشه به گوشه ایران. امیدوارم که شما به هر حال توضیحاتی رو بدین. من میدونم که خیلی از مخاطبین ما از گوشه به گوشه این کره زمین از کشورهای مختلف امروز پای صحبت شما نشستن که هم به اطلاعاتشون افزوده بشه و هم اینکه
واقعا بدونن توی ایران چی میگذره بر محیط زیست ایران. امیدوارم که جلسه خوبی باشه، پربار باشه، در خدمت شما هست. خواهش میکنم. موضوع بیابانزایی یا دزرتیفیکیشن حقیقتش اینه که سال 1994 میلادی کارشناسان UNDP و UNEP یونپ و در واقع برنامه توسعه عمران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیدن که یک خطری داره به شکلی نامحسوس کارایی سرزمین رو در کل کره زمین کاهش میده که عبارت است از اون چیزی که ما بهش میگیم land degradation یا تخریب سرزمین. متاسفانه عبارت تخریب سرزمین از بار احساسی لازم برای اینکه مردم و دولت مردان متوجه این خطر بسیار مهم بشه برخوردار نیست و بنابراین به این جنبندی رسیدن که به جای تخریب سرزمین از دزرتیفیکیشن یا بیابانزایی استفاده بکنیم، چون که به هر حال اغلب مردم بیابان رو میشناسن، دیدن طوفان‌های شن رو میشناسن، میدونن که این تپه‌های ماسه‌ای ممکنه در بعضی مواقع حرکت کنه، بیاد یه خونه، یه جاده، یه تأسیسات ریلی رو کامل بپوشونه و اون وقته که ممکنه سیاستمداران بیشتر توجه کنن، بیشتر بودجه بذارن برای اینکه یه همچین اتفاقی نیفته. یعنی پس با این نیت بوده که ما تقریبا از همون سال 1994 17 ژوئن رو به عنوان روز جهانی مقابله با بیابانزایی معرفی کردیم و تلاش کردیم که هر سال تو این زمینه برنامه‌هایی برگزار بشه. کشورهای عضو که الان تعدادشون به حدود 190 کشور رسیده، یک برنامه‌ای رو به عنوان برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی طراحی بکنن، به تصویب مجالس خودشون، پارلمان‌های خودشون برسونن و از اون به بعد چیدمان توسعهشون بر اساس این برنامه اقدام ملیشون باشه که باید حتما به تصویب UNCCD یعنی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی هم برسه. اصل ماجرا این بود. متاسفانه یه اتفاقی افتاد این وسط و اونم این بود که همه همین مسئله بیابانزایی رو جدی گرفتن، یعنی فکر کردن که واقعا منظور از دزرتیفیکیشن پیشروی بیابانه، در حدی که پیشروی بیابان یه بخش کوچکی از ماجراست. اگه بخوام با یه مثال برای شما شرح بدم، ما یه چیزی دور و بر 13.5 میلیارد هکتار وسعت خشکیامونه در کره زمین. آخرین آمارها میگه بیش از 5 میلیارد هکتار از خشکی‌های زمین دچار جنبه‌هایی از تخریب سرزمین یا بیابانزایی شده. از این 5 میلیارد هکتار فقط حدود 100 میلیون هکتارش ناهمواری‌های ماسه‌ای رفته و یه جایی رو گرفته و از بین برده. یعنی واقعا مسئله اصلی پیشروی خود بیابان نیست، بلکه مسئله اصلی اینه که چرا خاک داره حاصلخیزیش از دست میده، چرا سرزمین ها دارن شور میشن، چرا تالاب ها دارن خشک میشن، چرا تنوع زیستی داره کاهش پیدا میکنه، چرا جنگل تراشی داره افزایش پیدا میکنه، چرا انتشار گازهای گلخانه‌ای داره افزایش پیدا میکنه، چرا ظرفیت گرمایی ویژه سرزمین داره کاهش پیدا میکنه، چرا تفاوت دمای شب و روز داره افزایش پیدا میکنه، که همه اینها منجر به اون فرایندی میشه که ما بهش میگیم افت کارایی سرزمین، که در نهایت به متروکه شدن سکونتگاه‌های انسانی که آسیب پذیرترینشون روستاهاست منجر میشه. ما بزرگترین موج مهاجرت رو در منطقه ساحل در آفریقای مرکزی داشتیم که خب این موج مهاجرت ناشی از تشدید جریان بیابانزایی در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد. در کشور خودمونم در طول نیم قرن اخیر نزدیک به 40,000 روستا متاسفانه از سکنه خالی شده که بخش بزرگیش به خاطر اینه که سطح آب زیرزمینی رفته پایین، زمین شور شده، حاصلخیزی خاک کم شده و دیگه کشاورزان و روستاییان نمیتونستن معیشت خودشون رو تأمین بکنن و مجبور به مهاجرت شدن. این مهاجرت حالا خودش بحران‌های جدی‌تر دیگری ایجاد می‌کنه. وقتی که اینها میان حاشیه شهرها مستقر میشن، چون اغلب ثروت کافی هم ندارن، اون وقت تبعات اجتماعی واقعا وحشتناکی رو ما در حاشیه نشینی شاهدش هستیم.
در واقع جمعیت حاشیه‌نشین کشور در طول 14 اخیر از حدود 600 هزار نفر به بیش از 18 میلیون نفر الان افزایش پیدا کرده و بخش بزرگی از این حاشیه‌نشینی ناشی از مؤلفه های بیابانزاییه. پس بیابانزایی فقط درگیر با موضوعات صرفا محیط زیستی و مؤلفه های اکولوژیکی نیست، بلکه الان تبدیل شده به یک بحران بزرگ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی به خاطر بیابانزایی جنگ های خونینی در گرفته، جریان های خشونت طلبی مثل داعش، مثل بوکو حرام، مثل القاعده، مثل طالبان از دل در واقع تخریب سرزمین، رقابت بر سر آب و غذا در واقع به وجود اومده. طرح‌های بلندپروازانه‌ای که دولت ترکیه با عنوان گاپ در میان رودان یا بین النهرین اجرا کرد در طول چند سال گذشته سبب شد تا حقابه ورودی دجله و فرات به سمت سوریه و عراق به شدت کاهش پیدا بکنه. 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در این دو کشور از حیز انتفاع خارج شد، میلیون ها نفر بیکار شدند، جذب حاشیه شهرها شدند، چیزی برای از دست دادن نداشتند و در نتیجه جذب جریان های خشونت طلبی شدند که بهشون میگفتن بیاید ما روزی 2 دلار، 3 دلار تا 10 دلار به شما پول میدیم. پس بنابراین عدم توجه به موضوعات مرتبط با بیابانزایی میتونه واقعا تبعاتش از حوزه فقط مسئله محیط زیستی خارج بشه و به یک تنش بزرگ اجتماعی تبدیل بشه. در اروپا، در جنوب ایتالیا، در جنوب اسپانیا، در بخشهایی از پرتغال، حتی در بخشهایی از کشور آلمان الان ما با مسئله بیابانزایی روبرو هستیم. در ایالات متحده آمریکا، بخشهای مرکزی ایالات متحده آمریکا، شرق کالیفرنیا، بخشهایی حتی از ایالت تگزاس و یوتا با بزرگترین بحران بیابانزایی تاریخ خودشون روبرو هستن. بخشهایی از برزیل پدیده ای رو ما شاهدش هستیم با عنوان گرین دزرت، یعنی بیابان سبز. بخشهایی از استرالیا به دنبال آتش سوزی های اخیر به شدت بیابانزایی داره افزایش پیدا میکنه. پس اینو میخوام بگم که بیابانزایی فقط مختص کشورهایی در حال توسعه یا فقیر هم نیست. در چین بیش از 3550 دریاچه و تالاب در طول 3 دهه اخیر خشک شدن و یکی از بزرگترین نرخ‌های بیابانزایی در چین اتفاق افتاده. هر جایی که چیدمان توسعه تناسبی با توانمندی‌های بومشناختی سرزمین نداشته، بیشترین میزان بیابانزایی رخ داده. امسال که ما شاهد اعلام مرز تخطی سرزمین یا اوورشوت هستیم از سوی سازمان ملل، برای اولین بار شاهد این بودیم که مثلا کشور قطر در ماه فوریه تمام تولید یک ساله خودش رو تمام کرده، کشور آلمان در ماه می تمام تولید یک ساله خودش رو تمام کرده، ایالات متحده آمریکا در ماه مارچ تمام تولید یک ساله خودش رو تمام کرده، کشور ما ایران در ماه اوت تمام تولید یک ساله خودش رو تمام خواهد کرد. ولی خب عوضش کشورهایی مثل هندوستان، مثل بنگلادش، مثل گواتمالا تا پایان سال تولید خودشون رو تمام نمی کنن. اما در مجموع متاسفانه 20 جولای روز پایان تولید یک سال کره زمین یعنی 2020 و ما بعد از 20 جولای مجبوریم که از ذخایر خودمون استفاده بکنیم و این بزرگترین نشانه بیابانزاییه. این داره به ما میگه که متاسفانه جمعیت 7.8 میلیارد نفری ساکنین کره زمین سبکی از زندگی رو انتخاب کردن که هیچ تناسبی با ظرفیت زیستی کره زمین نداره. به همین خاطر فقر داره افزایش پیدا میکنه، گرسنگی داره افزایش پیدا میکنه، شورش های اجتماعی داره افزایش پیدا میکنه و چنین دورنمایی همینطوری که میبینیم باعث شده که در بسیاری از مناطق جهان هر روز و هر روز شاهد افزایش خشونت باشه. گلوی تازه کنید جناب درویش عزیز. خدمتون عارضم، با وجود این توضیحات شما مسلم شد که عملا اون اصطلاح جنگ آب و به هر حال اون چیزی که
به هر حال اندیشمندان متفکران ازش اسم می بردن به عنوان جنگ جهانی سوم، خیلی وقت هست که شروع شده و این بحران متاسفانه به جز متخصصین این بحران رو کسی درک نمی کنه و به خاطر اینکه موقعی که بحرانی وجود داره باید یک نهاد و یک ارگان بسیار محکم و مستقل که از طرف دولت ها هم حمایت میشه این ارگان شکل بگیره. توی ایران آیا اداره محیط زیست یا سازمان محیط زیست ایران قابلیت اینو داره که با این حجم بحران روبرو بشه و حتی با توضیحات شما ما فقط در مورد کشورمون ایران نمیتونیم صحبت کنیم چون کشورهای دیگه هم تحت تاثیر هستن، همونجور که شما گفتین دریاچه آرال توی روسیه هم یک دریاچه کوچیکی نبود که بعد از مدت ها خشک شد. میبینیم که هم روسیه، ترکیه و عراق و سوریه و اطراف ایران، چه شرق ایران چه غرب ایران، میطلبه که یک هماهنگی متخصصانه با هم داشته باشن. آیا اقداماتی صورت گرفته توی این قضیه و آیا متخصصی مثل شما که توی عمر کاریتون به هر حال دغدغه اینها رو داشتین و این بحران رو درک میکنید، آیا رضایت بخش بوده برای شخص شما یا خیر؟ به هیچ عنوان رضایت بخش نیست. وضعیت مدام و پیوسته در حال بدتر شدنه و نگرانی ها در حال افزایشه. ما الان داریم در کشوری زندگی میکنیم که میزان فرونشست زمینش به 54 سانتیمتر در سال رسیده. در بخشای از استان فارس که من همین دیروز اونجا بودم، در فاصله بین دشت فسا تا جهرم، در واقع میزان نشست زمین به 140 برابر اون چیزی رسیده که اتحادیه اروپا به عنوان شرایط بحرانی معرفی میکنه. و این نشون دهنده اینه که اگر ما بخوایم چنین معضلاتی رو جبران بکنیم در طول چند نسل، ده ها نسل، صد ها نسل هم قابل جبران نخواهد بود. بحث دریاچه آرال که فکر میکنم همه دانشمندان جهان الان بیش از 3 دهه هست که میخوان اون رو درمان بکنن، شما میبینید که نتونستن هیچ درمانی برای دریاچه آرال ارائه بدن و به قول معروف یک دیوانه یک سنگی رو انداخته تو چاه و دیگه به این راحتی هزاران عاقل هم نمیتونن اون سنگ رو از چاه در بیارن. آسیب پذیری و شکنندگی اکوسیستم ها بخصوص تو مناطق خشک بسیار زیاده. پیش بینی میشه که اگر منطقه دچار پدیده فرونشست بشه دست کم بین 50 تا 70 هزار سال زمان لازم داره تا بتونه این پدیده رو جبران بکنه. در ایران مسئولیت منابع طبیعی به صورت عمده به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده که مسئولیت کاملا نچسبیه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی خودش یک دستگاه اجرایی و تولیدیه و اصولا دغدغه جدی تو حوزه حفظ توان اکولوژیکی سرزمین نمیتونه داشته باشه. دغدغه وزارت جهاد کشاورزی اینه که بتونه گندم بیشتر تولید کنه، بتونه ذرت بیشتر تولید کنه، محصولات غذایی بیشتری تولید کنه، شیلات و گوشت و مختلف، و بتونه پاسخگوی مردمش باشه. اون دیگه نمیتونه همزمان نگران نابودی جنگل ها و تالاب ها و افت تنوع زیستی خودش باشه. در اغلب نقاط جهان مسئولیت منابع طبیعی و محیط زیست بر عهده یک وزارتخونه دیگری قرار میگیره. الان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور که در واقع مسئولیت حدود 130 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور رو بر عهده داره، عملا یک معاونت وزیر در دل وزارتخونه ای که غالبا راضیه که وسعت مراتع و جنگل‌هاش کم بشه تا بتونه به وسعت اراضی کشاورزیش و چراگاه‌های دامش اضافه بکنه. سازمان محیط زیست از سازمان جنگل‌ها مراتع که معاون وزیرم هست در واقع ضعیف‌تره، بودجش هم کمتره. ما درسته که روی کاغذ با توجه به اصل 50 قانون اساسی که میگه حفظ محیط زیست لازمه ی حیات اجتماعی رو به رشد مردم ایرانه، قدرت زیادی رو برای سازمان متولی اصل 50 قانون اساسیمون قرار دادیم، اما عملا به خاطر اینکه اون درک، اون فهم، اون چیزی که من بهش میگم سواد محیط زیستی، بهش میگم فهم بومشناختی در
اغلب مدیرانی که عهده‌دار مسئولیت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور بودن وجود نداشته، اونها نتونستن از اون اختیارات قانونی خودشون که در قانون اساسی براش در واقع پیش بینی شده استفاده بکنن. من در طول خدمت خودم فقط یک بار شاهد این بودم که سازمان محیط زیست علیه یکی از طرحهایی که مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصویب کرده بود موضع گیری کرد، نامه نوشت به شورای نگهبان و گفت اگر این طرح اجرا بشه منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست میشه. شما چه راهکاری برای این بحران دارید و اون کسانی که متخصص هستن و تو زمینه محیط زیست فعالیت دارن و اطلاعات کافی دارن چه نقشی رو در این عامل میتونن ایفا کنند؟ لطفاً در این مورد هم توضیح بدید. ببینید، مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که از نمایندگان خودمون در مجلس شورای اسلامی، از در واقع رئیس جمهور درخواست بکنیم که همون قوانین رو که تصویب کردن اجرا بکنن. الان در واقع برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده، به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده، به تصویب دی پی او رسیده و در نهایت کنوانسیون مقابله با بیابانزایی یعنی یو ان سی سی دی هم اون رو به رسمیت شناخته. پس قاعدتا ما باید، ما میدونیم که ما از سال 1375 یعنی جز اولین کشورهایی هستیم که به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی پیوستیم. ما جز پنج کشور اول دنیا هستیم. خب الان طبیعیه که باید این سوال مطرح بشه، مگر مطابق برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی قرار نبود که در این کشور هیچ طرحی، هیچ پروژه‌ای، هیچ بخشنامه‌ای که مخالف در واقع توسعه پایدار باشه تصویب نشه؟ مگر قرار نبود که در واقع هر طرحی که، هر پروژه‌ای که قرار اجرا بشه شرط اولیش این باشه که به جریان بیابانزایی شتاب نبخشه؟ خب پس چرا این طرح و این قانون و این برنامه اقدام ملی اجرا نمیشه؟ چرا مجلس شورای اسلامی که در واقع این برنامه رو تصویب کرده به وظایف خودش عمل نمیکنه و دستگاه‌هایی رو که دارن بی‌انضباطی میکنن مورد مؤاخذه قرار نمیده؟ چرا کمیته ملی مقابله با بیابانزایی که باید به ریاست وزیر جهاد کشاورزی به صورت مرتب به نمایندگی از رئیس جمهور تشکیل جلسه بده با حضور نمایندگان عالی رتبه و دارای حق رأی بقیه دستگاه‌ها، حتی جلساتش رو برگزار نمی‌کنه و وزیر مربوطه اغلب اصلا وقت نداره در این جلسات شرکت بکنه؟ یعنی اون چیزی که ما مشکل داریم کمبود قانون نیست، قانون به اندازه کافی وجود داره و الزامات قانونی هم وجود داره. ما قانونگذاران و دستگاه‌های نظارتی اجرایی که اشراف به همون قوانینی که خودشون تصویب کردن رو نداریم و انقدر اونها درگیر روزمرگی هستن که باور کن الان خیلی هاشون اصلا نمیدونن برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی چیه. او برنامه‌ای که حالا 5 دوره پیش تو مجلس تصویب شده، خود نمایندگان همون دوره‌ای که تصویب کردن هم بهش زیاد اشراف نداشتن. شما ببینید ماده 59 برنامه 5 ساله 4 روم که دولت رو موظف کرده بود به ارزش گذاری اقتصادی مواهب طبیعی، الان برنامه 5 ساله 4 روم تموم شده، یه سالم بیشتر ادامه داشت، یعنی به جای 5 سال 6 سال شد. برنامه 5 ساله 5 روم تموم شده، برنامه 5 ساله 6 روم الان سال 3 میشه، ولی اون ماده 59 اجرا نشده و هرگز هیچ نماینده مجلسی نیومده و یقه رئیس سازمان محیط زیست رو بگیره که چرا شما در واقع تکلیف قانونی خودتون رو انجام ندادید. به همین ترتیب هیچ نماینده مجلسی نمیاد بگه مردم به من رأی بدید تا من برم تو مجلس و تکلیف خودتون رو و خودمون رو با دلایل عدم اجرای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی روشن بکنم. مردمی رو که شما اجازه نمیدید آگاهیاشون افزایش پیدا بکنه و همچنان درگیر تلرانس قیمت دلارن یا افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، چگونه میتونیم حساس بکنیم نسبت به افت کارایی سرزمین که به شدت خطرش بیشتر از تلرانس قیمت مرغ و تخم مرغه؟
ما نیاز به این داریم که رسانه‌های ما تو این حوزه فعال‌تر باشن. متاسفانه ما هیچ رسانه‌ای تو این کشور نداریم که یک صفحه ثابت محیط زیستی داشته باشه، یک گروه متخصص محیط زیستی داشته باشه که بتونه به زبانی جذاب، ساده ولی مؤثر برای مردم شرح بده از حقوق اجتماعیشون در حوزه محیط زیست. و در نتیجه مقابله با بیابانزایی جزء مطالبات مردمی قرار نمیگیره و دولت‌ها هم اغلب تلاش میکنن وقتشون رو بذارن صرف موضوعاتی به شدت پوپولیستی و پیش پا افتاده که میتونه در واقع جوابگوی مطالبات دم دستی مردم باشه. به هر حال جناب درویش، از مسئولان که اسم میبرید چه مستقیم چه غیر مستقیم نمایندگان خود مردم هست. پس من سوالم اینجوری هست که آیا روی فرهنگ سازی از کودکان شروع کنیم تا بزرگسالان آیا نتیجه خواهیم گرفت؟ به هر حال ممکنه یک زمانی ببره ولی نتیجه مثبتی خواهد داشت. چرا؟ چون باید ما بخواهیم به صورت گسترده، توی به قول شما نشریه‌ای هم وجود نداره که دغدغه محیط زیست داشته باشه، که ما این مسئله محیط زیست رو از لیست موانع توسعه به قول شما برداریم، مثل کنترل کیفیت در ایران، مسئله کنترل کیفیت، مثل مسئله ایمنی به هر حال کارکنان در ایران، که اینا جزء لیست هایی هست که همه مسئولان، همه اونایی که باید به مافوقشون گزارش بدن، مافوق وزارت خونه باشه یا خود دولت باشه، اینا رو به چشم یک مانع میبینن. بتونیم این محیط زیست رو از این لیست خارج کنیم، آیا تأثیری خواهد داشت این آموزش ها یا خیر؟ چون من میبینم که یک فعالیت هایی داره میشه در مورد اینکه توی کتب درسی دانش آموزان هم دغدغه های محیط زیستی گنجونده بشه، مخصوصا از این به بعد که به هر حال این به قول شما ممکنه یک بحران فراگیر بشه. تو این زمینه هم اگر راهکاری شما دارید لطفا ارائه بدید. بیشک آموزش بسیار مهمه. هر چقدر که مردم ما داناتر باشن، اشراف اطلاعاتیشون نسبت به موضوع محیط زیست بیشتر باشه، در انتخابهاشون برای صحنه بهارستان، برای نمایندگان شورا، دهیاری ها، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، سعی میکنن آدمهایی رو انتخاب بکنن که تو برنامه هاشون مسئله محیط زیست براشون مسئله جدی تریه. هر چقدر مردم ما نسبت به موضوع محیط زیست آگاه تر باشن، احتمال شکل‌گیری احزاب محیط زیستی بیشتر خواهد شد و وقتی احزاب محیط زیستی در کشوری شکل بگیره، ما میتونیم امیدوار باشیم که قوانین محیط زیستی سفت و سخت‌تر و نظارت‌های محیط زیستی سفت و سخت‌تری هم در صحن پارلمان شاهدش باشیم. پس گام اول آموزشه. ما باید از مهد کودک‌ها شروع بکنیم، باید از دبستان‌ها و پیش دبستان‌ها شروع بکنیم، کاری که در دنیا همین راه رفتن، در کشورهایی مثل فنلاند، نروژ، در واقع نیچر اسکول‌ها یا مدارس طبیعت اونجا بود که شکل گرفت، بعد به آسیای جنوب شرقی و ژاپن و کره جنوبی و برخی از ایالت‌های کشور آمریکا هم در واقع تسری پیدا کرده. اصل فلسفه ماجرا اینه که ملتی که در کودکی بتونه تجربه های زیبا و دلپذیری در کنار طبیعت خودش داشته باشه، اون وقت در بزرگی کمتر بی تفاوت خواهد بود نسبت به مؤلفه های مخرب طبیعت خودش. پس بنابراین حتما باید نظام آموزش پرورش متحول بشه، بخش بیشتری از وقتش رو صرف آموزش‌های جذاب محیط زیستی بکنه به کودکان زیر 12 سال، به دانش آموزان زیر 12 سال. اتفاقا براتون شاید جالب باشه که در بین 6 برنامه توسعه 5 ساله‌ای که ایران داشته بعد از پیروز انقلاب، فقط در 1 برنامه هستش که سیاست‌های کلان رهبری اختصاصاً ویژه محیط زیست در 15 بند اعلام شده. یعنی در آستانه برنامه 5 ساله 6 بود، ازش به عنوان منشور 15 ماده رهبری یاد میشه. در بند 14 این منشور اومده که دولت موظف است آموزش‌های جذاب محیط زیستی برای تمام سطوح جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان فراهم بکنه. پس بنابراین شکل‌گیری مدارس طبیعت و حمایت از تداوم این مدارس
میتونه در راستای همون بند 14 این منشور 15 ماده‌ای هم باشم، اما متاسفانه بعد از روی کار اومدن دولت دوم آقای روحانی، عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ما با مدارس طبیعت مخالفت کرد و فرمان تعطیلی مدارس طبیعت رو صادر کرد. کشوری که 140 محیطبانش متاسفانه شهید شده، چندین جنگلوان شهید شده، ده ها نفر مجروح شدن و هنوز بخش بزرگی از جامعه محلی ما احساس نمی‌کنه که محیطبان‌ها و جنگلبان‌هاشون دارن از تمامیت محیط زیستیشون دفاع می‌کنن. جنگ اعلام نشده‌ای در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست ما وجود داره. نیاز به این آموزش‌ها داره تا مردم این سربازان سلحشور خودشون رو در برابر خودشون احساس نکنن، بلکه در کنار خودشون احساس کنن. بسیار مهمه که این آموزش‌های محیط زیستی در کشور ما به شکلی جذاب اتفاق بیفته. اتفاقا ما دنبال این نیستیم که این آموزش‌های محیط زیستی بشه یک کتاب درسی دوباره از بچه‌ها بخوان امتحان بگیرن و نمره بدن و بچه‌ها همونطوری که از درس‌های مثل عربی و دینی متنفر شدن، از اینم متنفر بشن. ما نیاز داریم به این که این محتواهای محیط زیستی به شکلی کاملا غیر ملموس در فضای مدارس ارائه بشه. مثلا بچه‌ها ببینن که معلم علومشون وقتی میگه بچه‌ها باید قدر کاغذ رو بدونین، کاغذ رو دروش استفاده بکنه و بعد بندازه توی سطحی که فقط کاغذ هست و تفکیک زباله بکنه، یا اگر تو زمستون میبینه هوا گرمه، نگه که بچه‌ها پنجره رو باز کنین، بگه که در واقع بخاری رو، درجه بخاری یا در واقع رادیاتور رو کم بکنی، تا اونجوری بچه‌ها بفهمن که باید برای حفظ انرژیشون تلاش بکنن. این نیاز به یک شالوده داره، نیاز به یک اخلاقیاتی داره که باید تو نهاد این بچه‌ها شکل بگیره. بچه‌هایی که اینطوری بزرگ بشن هرگز در کنار لاشه خونالود یک حیوان به دوربین لبخند نمیزنن، خودشون رو شکارچی اعلام نمی‌کنن، هرگز شیشه ماشینشون رو پایین نمی‌کشن، زباله در جایی که عاشقش هستن رها نمی‌کنن. بله، خب برای سوال پرسیدم که برای احیای بیابان‌ها چه طرح‌هایی وجود داره و آیا بودجه‌ای هم تعریف شده در این حیث یا خیر؟ ببین، برای احیای بیابان‌ها یعنی تثبیت ناهمواری‌های ماسه‌ای در بخش‌هایی از این ناهمواری‌ها که اصطلاحا ما بهش میگیم کانون‌های بحرانی فرسایش بادی یا چشمه‌های تولید گرد و خاک، همه‌شون شناسایی شدن و طرح‌هایی برای تثبیت اونها وجود داره. اما یادمون باشه که ما چیزی حدود 35 تا 40 میلیون هکتار بیابان و کویر داریم و کمتر از 60 هزار هکتار از این بیابان‌ها و کویرهای ما حادثه خیز و خطرناکه. بقیه اون چشم‌اندازها اتفاقا میتونه مثل صندوق ارزی پایدار باشه و ما ازش پول تولید بکنیم. شما اگر سانتیاگو رفته باشی، پایتخت شیلی، یا تصاویرشو ببینی، میبینی که ناهمواری‌های ماسه‌ای تا کنار شهر هست و اتفاقا ازش به عنوان پیست شنسکی استفاده میکنن و ازش پول تولید میکنن و یکی از جاذبه‌های گردشگریه. ما بلندترین ناهمواری‌های ماسه‌ایمون رو در ریگ یلان در جنوب خراسان جنوبی و در واقع منطقه شمال شرقی استان کرمان داریم. 550 متر ارتفاع این تپه‌های ماسه‌ایه. هیچ جای دنیا همچین جذابیتی رو نداره و ما میتونیم از همین زیبایی‌ها پول تولید کنیم. نیازی نیستش که اونجا رو تسهیل بکنیم. برنامه‌های مقابله با بیابانزایی اتفاقا تو خود بیابان‌ها نباید اتفاق بیفته، بلکه در مناطق بیرون از بیابانه. وقتی شما میایین درختان جنگلی رو قطع میکنین، به جاش ویلا میسازین، یا به توسعه یک کشت برنج پرمصرف در استانهای مثل اصفهان و کرمانشاه و فارس و خوزستان میپردازین، اینا مصداق بیابانزاییه و باید جلوش گرفته بشه. چه ارگانی مسئولشه؟ همون ارگانی که وزارت جهاد کشاورزی نام داره و اتفاقا بیزینسش در اینه که محصول کشاورزیش بره بالاتر. و این پارادوکس جدیه که باعث شده عملا برنامه‌های مقابله با بیابانزایی اون گونه که باید اثر بخش نباشن. درسته. بعد شما به عنوان رئیس در حال کرسی سلامت اجتماعی یونسکو هم عنوان شدید، آیا عزیزانی هستن که بتونن به کمک شما متخصصین تولید محتوا کنن، به خصوص برای مسئولین کشور که این محتواها و این کلیپ های ویدئویی یا
به هر حال همراه با تصویر بتونه مسئولین ما رو به این بحران نزدیکتر کنه و فهمش براشون آسان‌تر باشه. چون به هر حال هر چی شما کتاب بنویسید یا مقاله چاپ کنید ممکنه تأثیرش به هر حال نسبت به اون ویدئو کلیپ ها و محتواهای محیط زیستی ممکنه کمتر باشه، اما من توی صنعت به وضوح دیدم که چه تأثیر آموزشی برای خود مسئولین خواهد داشت. آیا اقدامی هم تو این زمینه صورت گرفته یا آیا کمیته ها و نهادهایی مثل ما میتونیم کمک به این قضیه کنیم یا خیر؟ اگر جواب بدین ممنون میشم. من مسئول گروه محیط زیست هستم در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو تصیب کنم. کرسی سلامت اجتماعی یونسکو چندین گروه داره، از جمله گروه کودکان، گروه زنان، روانشناسی. من گروه محیط زیستم. ما هدفمون در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو اینه که اتفاقا به دولت مردان و به مردم به زبان ساده نشون بدیم که عدم توجه به محیط زیست میتونه شاخصهای سلامت اجتماعی رو متأثر بکنه. پس بنابراین سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست فقط سرمایه گذاری صفر برای ارتقاء مؤلفه های مثل آلودگی هوا و آلودگی صوتی و تنوع زیستی و تخریب سرزمین نیست، بلکه اتفاقا میتونه جلوی مهاجرت رو بگیره، جلوی خودکشی رو بگیره، جلوی افسردگی رو بگیره، شادابی رو افزایش بده و کارایی سرزمین رو افزایش بده. این اون کاریه که ما در واقع باید بکنیم. اتفاقا میخوام بگم من خودم به عنوان کسی که تو این جامعه دارم زندگی میکنم واقعا میبینم که حساسیت مردم نسبت به موضوعات محیط زیستی به خاطر همین تولید محتوایی که داره اتفاق میفته و خیلی هاشون مدیون همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هستیم داره خیلی زیاد میشه. همین امسال ببینید انقدر در واقع مردم نسبت به آتش سوزی جنگل‌ها واکنش های جدی نشون دادن که دولت مجبور شد در دو مرحله یه بار 15 میلیارد تومان و بار دوم 50 میلیارد تومان بودجه اختصاص بده برای مبارزه با و مهار آتش سوزی های جنگل. ما شاهد این هستیم که مثلا وزیر صنعت ما میره که یه واحد پتروشیمی رو افتتاح کنه و مردم در آب پخش در بوشه میان جلوی وزیر و میگن ما نمیخوایم پتروشیمی رو، ما همون باغهای نخل خودمون رو میخوایم. ما شاهد این هستیم که کمربندهای انسانی شکل میگیره، مردم ما در کوشکنار در استان هرمزگان میگن ما میخوایم سواحل زیبامون بیرهو حفظ بشه، نمیخوایم اینجا هتل 10 ستاره 5 ستاره و 6 ستاره برای ما بزنید. اینها اتفاقات بسیار کم نظیریه که مثلا سابقه نداشته در جامعه ما و اینا همه نشون دهنده اینه که این محتواهایی که داره تولید میشه، این آموزش‌هایی که داره داده میشه و اکثرنش هم آموزش‌های غیر رسمیه، تونسته به طرز معنیداری حساسیت مردم رو نسبت به مؤلفه‌های کاهنده کارایی سرزمین، نسبت به تخریب محیط زیست افزایش بده. خیلی هم ممنون. سوال دیگه هم بوده در مورد نقش کشاورزی در بیابانزایی و اینکه چجوری ما سعی کنیم دوباره تشویق کنیم مردم رو که در روستاها بمانن، یعنی از این بیشتر شهرنشینی رو پیش نگیرن و حتی در مرحله بعد برگردن به اون روستاها، روستاهاشون رو احیا کنن و از این پتانسیل استفاده کنن برای این قضیه. آیا تأثیری خواهد داشت؟ حتما. ببینید ما الان چیزی حدود 70 تا 80 میلیارد متر مکعب آب رو هر سال به بخش کشاورزی اختصاص میدیم و حدود 135 میلیون تن تولیدمونه، در صورتی که مثلا توی کشوری مثل اسپانیا میزان اختصاص آب 1/3 تا 1/4 این رقمه و میزان تولیدشون 4 تا 5 برابر این رقمه. پس بنابراین این گونه نیستش که ما باید در کشاورزی محدودیت ایجاد بکنیم، بلکه ما باید بریم به سمت ارتقای نرم افزاری بخش کشاورزی. هیدروپونیک یک انقلاب بزرگ میتونه در کشاورزی ایجاد بکنه. ما میتونیم با کشت‌های هیدروپونیک یا کشت‌های گلخانه‌ای نیاز جمعیت دامی خودمون رو به علوفه تامین بکنیم و نیازی نباشه تا این جمعیت دامی بره و رویشگاه‌های جنگلی ما رو نابود بکنه. ما میتونیم با احداث سردخونه ها، آموزش تکنیک های حمل و نقل و بسته‌بندی و نظام قیمت گذاری در میدان های تروبار
میدونی که تو میدانای تربار تو همون کشورهای اروپایی وقتی شما صبح میرید برای خرید میوه یه قیمته، هر چقدر به سمت شب میرید قیمت میاد پایین تا میوه هایی که در خطر فرسودگی و فساد هستن حتما به فروش برن. ایران یکی از معدود کشورهای جهانه که قیمت میوهش از صبح تا شب هیچ فرقی نمیکنه. یعنی حاضرن صنف میوه فروش ما میوه هاشون فاسد بشه بریزن دور، اما ارزونتر دست مردم ندن. ما 30% نرخ ضایعاتمون در بخش کشاورزیه. یعنی چی؟ یعنی ما 26.7 میلیارد متر مکعب آب رو داریم میاریم به بخش کشاورزی تزریق میکنیم، اما عملا به تولید منجر نمیشه و همش تبدیل به ضایعات میشه. 26.7 میلیارد متر مکعب یعنی ظرفیت نیمی از سدهای کشور. پس بنابراین اتفاقا ما با این رویه ها و با تغییر سبک زندگی ایرانیان میتونیم دورنمای امیدبخشتری نسبت به مهار مؤلفه های کاهنده کارهای سرزمین داشته باشیم. خیلی ممنون. من سعی میکنم زمان رو مدیریت کنم چون نزدیک میشیم به 1 ساعت و طبق خاصیتی که برنامه لایو اینستاگرام داره 1 ساعت نمیدونم شما وقت دارین تیم مهندس که ما مجدد بهتره که همون یک ساعت تموم بکنیم چون خود حوصله مخاطبین ما هم بیشتر از 1 ساعت نیست معمولا. پس به عنوان سوال آخر به صورت کلی و خیلی تخصصی هم به هر حال چون ممکنه مخاطبین ما متخصص نباشن مثل شما زیاد، اما میخواستم ببینم که جنگل چه تأثیرات مثبتی در عدم مبارزه با بیابانزایی خواهد داشت و اینکه آیا رابطه مستقیمی وجود داره بین ایجاد جنگل ها یا خیلی؟ سوال خیلی خوبیه. خیلی از مردم فکر میکنن برای مقابله با بیابان ما باید بریم درختکاری بکنیم و هر چقدر درخت اضافه بکنیم به هر قیمت به هر کیفیت در هر جا و هر زمانی داریم بر علیه بیابان در واقع کار مثبتی انجام میدیم. اولا مردم باید بدونن که بیابان به ذاتی چیز بدی نیست. یعنی بیابان بهترین پاسخ طبیعت به شرایط زیست بومه. وقتی جایی متوسط تبخیرش بیشتر از متوسط در واقع ریزش‌های آسمانیشه حتما باید گیاهان کرکدار باشن، خشبی باشن، پوست حیوانات باید سفتر باشه تا در برابر در واقع تنگناهای اقلیمی بتونن مقاومت بکنن. اگر ما بیابان زدایی بکنیم یعنی ما بخشی از تنوع در واقع زیستی خودمون رو همه گونه هایی که در مناطق بیابانی زندگی میکنن، خیلی از خزندگان رو، عنکبوت ها رو، عقرب ها رو، بسیاری از گونه های خاردار مثل اسکمبیر رو، مثل انواع اقسام کاکتوس ها رو باید از دست بدیم و این کار خردمندانه نیست. پس بنابراین بیابان زدایی همونقدر نابخردانه است که جنگل زدایی نابخردانه است، که تالاب زدایی نابخردانه است، که در واقع مرتع زدایی نابخردانه است. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید حریم هر اکوسیستمی رو در جای خودش محفوظ بداریم. جنگل ها در جای طبیعی خودشون بسیار میتونن مؤثر باشن در حفظ کارایی سرزمین. میتونن جنگل ها به افزایش ظرفیت گرمایی ویژه منطقه کمک بکنن. جنگل ها میتونن آشیان مناسبی باشن برای بسیاری از پرندگان و حیوانات، غذای مناسبی براشون فراهم بکنن و پس تنوع زیستی رو افزایش میدن. جنگل ها باعث میشن تا ضربات قطرات باران به خاک کاهش پیدا بکنه. هر چقدر برهنگی سرزمین کمتر باشه احتمال نوعی از فرسایش که ما بهش میگیم فرسایش پاشمانی کمتر میشه. فرسایش پاشمانی یعنی چی؟ یعنی که قطرات باران میخوره به سطح خاک، خاکدانه های خاک متلاشی میشه، وارد خلل و فرج خاک میشه، نفوذ پذیری آب در خاک رو کاهش میده و در نتیجه بارندگی ها تبدیل به سیل میشه. به جایی که بارندگی ها مجال پیدا بکنه در خاک نفوذ پیدا بکنه، سفره های آب زیرزمینی و قنوات و چشمه های ما رو پر آب بکنه، تبدیل به سیل های ویرانگر میشه. پس هر چقدر ما جنگل های طبیعیمون رو بیشتر حفظ کنیم، اجازه تغییر کاربری ندیم، اجازه ندیم که کشاورزی توش گسترش پیدا کنه، اجازه ندیم دام بره واردش بشه و اجازه ندیم که ویلا سازی مثل قارچ توش در بیاد، ما میتونیم اطمینان بیشتری داشته باشیم که تولید اکسیژن بیشتری خواهیم داشت، ترسیب کربن بیشتری خواهیم داشت، تنوع زیستی درخورتری خواهیم داشت و بیابانزایی رو میتونیم به این ترتیب بهتر مهار بکنیم. امیدوارم همینجور که شما میگیم باشه و امیدوارم که
این دغدغه تک تک ایرانی ها باشه، چون همینجور که میبینید ما مخاطبینی داریم از سراسر کشورهای دنیا که این مسئله محیط زیست براشون مهم هست و فرقی هم نمیکنه که تخصص آکادمیک داشته باشن یا نه مثل خود بنده، اما دغدغه محیط زیست یه چیزیه که به هر حال هر فردی باید پیرامون خودش داشته باشه. ممنون که توی جلسه امروز شرکت کردید. من مطمئنم که اگر دعوتتون کنیم باز هم در کمیته محیط زیست کانون دفاع از حقوق بشر شرکت خواهید کرد و همینجا سعی میکنم ازتون قول بگیرم که در فرصتی که به هر حال شما هم وقتشو داشته باشین مجددا ما مزاحم شما بشیم و از اطلاعاتتون استفاده کنیم. ارادتمندم و خدا نگهدارش. روز شما بخیر. خیلی ممنون از حضار محترم بابت تحمل ما و اینکه صحبت‌های آقای درویش رو با گوش دل شنیدن و حتما به کار میگن. خیلی ممنون، روزتون بخیر، امیدوارم که در سلامت کامل باشید. خدا نگهدارش. خدا نگهدارت. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.